که تو این مسیرم با همین عقیده هم میمیرم، میدونم راه سقیف باطله، پای بند بیعت قدیرم. من با حرف این و اون که عمرم و هدر نمیدم، به رضای غیر زهر و ترتیب اثر نمیدم. دست بیعتی که به شاه نجف دادم تو قدیر، به کسی که زد به قلب مادرم شرر نمیدم. وای بنده بیعت قدیرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و تحيات و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه‌های جهانی آقا امام حسین علیه السلام و آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عید شما مبارک. 14 ربیع الاول سال روز مرگ یزید ابن معاویه عامر و قاتل آقا سید الشهدا سلام الله علیه بر تمامی شما مبارک باشه. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. خدا رو شاکرم که امروز هم این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم و جناب استاد رجبیان با برنامه غدیر ثانی از شهر مقدس کربلا، استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه. اجازه بدید من به نیابت از شما خدمت میهمان و کارشناس برنامه عرض سلام و تبریکی داشته باشیم و انشاءالله بعد از سلام علیه که این بزرگوار خدمت شما برگردیم به بحث‌های روزهای گذشتمون که در ارتباط با غدیر ثانی هست. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک. به استدیوی بین الحرمین خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض تبریک و تهنیت و عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیزی که هم اکنون در هر کجای این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. و علیکم السلام. انشاءالله همیشه توفیق این رو داشته باشید در راه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کار بکنید، زحمت بکشید و انجام وظیفتون رو بکنید، مخصوصا شمایی که تاج پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو ازش استفاده میکنید و ملبس به لباس روحانیت هستید. الهی آمین. خدمت شما عارضم، ما به اونجاهایی رسیدیم که قبائل اوس و خزرج به دعواهایی رسیدن، خواستن دو تا خلیفه معین بکنن. ابوبکر با اون ترفندها و اون سیاست تزویرانه‌ای که داشت به قول معروف راه رو منحرف کرد، با اینکه خب واقعا هم امکانش نبوده و آخرش خودش به واسطه تحریک‌های غاصب دوم غصب خلافت کرد و بر مسند حکومت نشست. ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اونجا رسیدیم که حضرت عالی فرمودید. یه نکته هم حائز اهمیت در دین مقدس اسلام، مخصوصا برای مسئله امامت و رهبری و جانشینی پیامبر مکرم اسلام و حتی خود پیامبر مکرم اسلام، دو مسئله خیلی مهمه، یکی علم و دوم قدرت، که
خیلی بحث جالبی میشه و اگه بخوایم تفصیلی به او بپردازیم بحث زیادی میشه، یعنی جلسات زیادی رو باید بگذاریم قطعاً. که ما بیایم علم و قدرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از کتب شیعه و سنی اونچه مشترکن متفقند بیان کنیم و علم و قدرت اونا دارن ندارن، چقدر جنگ ها که اینها فرار کردن، از جهالتشون در کتب خودشون چقدر که نوشته. اینها خیلی مهمه که یعنی میخوام بگم نه فقط این بود که العیاذ بالله پیامبر مکرم اسلام یه عده صحابه داشتند و حالا در بین یکی از اون صحابه مثلا علی ابن ابی طالب رو انتخاب کردن. درسته که پیامبر مکرم اسلام به امر خدای تعالی آقا علی ابن ابی طالب رو به عنوان وصی و خلیفه بلافصل خودشون انتخاب کردن، اما از هر جهت دیگه که ما بخوایم بریم، یعنی ما اگر ما بودیم و خودمون، یعنی اگر وجود شریف پیامبر اکرم بر فرض محال، یعنی از محالاته، اصلا نمیشه، مگه میشه که جانشینی برای خودشون انتخاب نکنن؟ اگه یه همچین چیزی بر فرض محال بود و ما خودمون میخواستیم بشینیم از بین این اصحابی که بودن یکی رو انتخاب کنیم، قطعا و حتما اگه میخواستیم از روی لیاقت و شایستگی انتخاب کنیم، چه کسی صلاحیت داره، چه کسی لیاقت داره که در جای پیامبر مکرم اسلام بشینه؟ و حتی از متفقات شیعه و سنی هم بریم جلو، باز به وجود شریف حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام میرسیدیم ولا غیر. قطعاً اگر که بندگان خدا طبق آیه های قرآن میخواستن حتی به این موردی که حضرت عالی اشاره فرمودید عمل بکنن، به غیر از آقا علی ابن ابی طالب به جایی نمیرسیدن، از باب اینکه مراحل ایمان، اولین فرد ایمان آورنده، همطور که فرمودید از نظر قدرت خود آیه قرآن که میفرماید السابقون اولئک المقربون، و سابقون حالا تازه چه کسانی هستن؟ کسی که قدرت خدایی به دستش افتاد و قلع و قمع کننده قلعه خیبر، کسی که هم ولایتش به اندازه ای بود با مشیت خدای تبارک و تعالی که حتی در زمان خلافت غاصب دوم وقتی یک نفر رو ادب میکنه در حرم در بیت الله الحرام، در مسجد الحرام شکایت میبرن پیش غاصب دوم، او میگه چشم خدا دید و دست خدا او رو ادب کرد، یعنی حتی اونها هم به این مورد رسیده بودن. خواهش میکنم از طریق قرآن جلو بریم، به آقا علی ابن ابی طالب میرسیم ولا غیر، از روایات جلو بریم همینطور، از قرآن و روایات جلو بریم همینطور، اگر کلن قرآن و روایات کنار بذاریم از خصوصیات شخصی افراد جلو بریم بازم به علی ابن ابی طالب علیه السلام، از هر طریقی که بریم و آقا علی ابن ابی طالب خیلی قدرتمند بودن، خیلی هم مظلوم بودن، یعنی انواع و اقسام مصائب و بلاها و محدودیتها و مظلومیتها و غربتها در طول مدت شریف این امام عزیز، خصوصا بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به بعد، آوار بر ایشون شدن. یک
سر سوزن از این مصائب، از این ظلم ها، از این مظلومیت ها، یک سر سوزن به هر کس دیگه وارد میشد نابود میشد. اینقدر سنگین بود مصائب و ظلم ها و غربتی که در حق ایشون بود. در این حال این قدرت ایشون رو میخوام بگم، در این حال تونست دین مقدس اسلام رو حفظ کنه. شجاعت فقط به شمشیر کشیدن نیست، در این اینکه شجاعت انسان از جهت شمشیر کشیدن و قوای بدنی و جرأت و جربزه شخصی ثابت شده بر مخالف و موافق، بر دوست و دشمن ثابت شده که این شخص ترسی نداره، این شخص اگه دست به شمشیر ببره کسی جلو داره اون نیست، وقتی اینو ثابت شده، بعد به خاطر مصالحی که است، مصالحی که وجود داره، اون حکمت که حکیمند اهل بیت عصمت و طهارت، تحمل کنه بعضی مسائل رو، بعضی اشخاص رو تحملشون کنه. برای چی؟ برای که اگر اینها رو الان که همه جور از زمان حیات شریف پیامبر اکرم همش در فکر توطئه بودن، همش ترور میکرد، همش خواستن پیامبر رو شهید کنن، تا آخرم کردن، بله، تا بعد از به شهادت رسوندن پیامبر دیگه دستشون هم باز شده و چه کارهایی که نکردند و ازشون هم بعید نبود که بکنن. در این حال یک شخصی مانند علی بن ابی طالب که قدرتش و شجاعتش بر دوست و دشمن ثابت شده است، برای حفظ دین اسلام که نوپا بود اون زمان، این دینی که تا قیام قیامت باید بمونه و بعد حالا که اینجور شد، خب این مشیت خدای تعالی این بود که از همون روز اول این دین گسترش بده، همون هر آنچه در زمان ظهور موفور و سرور امام زمان علیه السلام میخواد اتفاق بیفته، مشیت الهی این بود که در زمان پیامبر به بعد اتفاق بیفته. خود بشریت با این کارهایی که کردن نخواستن. خب این دینی که الان باید یه جوری حفظ بشه تا برسه به زمان ظهور موفور و سرور امام زمان علیه السلام و اون امام عزیز، اون اسلامی که مورد رضایت خدای تعالی است رو بدون هیچ گونه محدودیت اجرا کنه، باید به خاطر این مسئله یه در رو تحمل کنن. حضرت علی ابن ابی طالب با اون همه شجاعت هایی که داشت براش کاری نداشت که شمشیر بکشه و چند نفر از اینها رو به درک واصل کنه، میتونست، نه که نمیتونست، اما خب اینجا عقل سلیم و حکمت و تمام اون چی که یک شخص سالم میتونه درک کنه، این کار باعث میشد که همین برنامه‌ای که اینها داشتن، همین برنامه‌ای که در همین رسید به یزید، همینجور این روند اومد تا رسید به یزید، یزید خوشحالی میکرد که میخواد دین اسلام رو جمع کنه، اصلا یزید نبوت رو به تمسخر میگرفت و به اصلا حالا بحث مفصله. خب اینا همین از اول همین بودن، از اول نمیخواستن دین، میخواستن بکنن شاهی و پادشاهی و اصلا دین رو بذارن کنار. این قدرت و این حکمت و این برخورد آقا علی ابن ابی طالب، شجاعتش بیش از یعنی میگم که وقتی یه شخصی هست ممکنه بگیم خب این قدرتش رو نداره، جرأتش رو نداره، سکوت کرده شاید، اما وقتی قدرت و شجاعت حضرت علی بن ابی طالب بر همه ثابت شده، این تحمل کردنش، سکوت کردن اشتباهه، حضرت سکوت نکردن، همه جا صحبت میکردن همه، اما تحمل کردن، این اراذل و اوباش رو تحمل کردن، این با همه این کارهایی که کردن تحمل کردن، برای اینکه دین مقدس اسلام ثابت بمونه، تثبیت بشه برای آیندگان.
ان شاء الله. چه شد اگر اجازه بدید یه میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و ان شاء الله باز خدمت بینندگان عزیزمون باش. بفرمایید. بریم و برگردیم. سلام الله عليك يا مولاي يا سلطان يا ابا الحسن يا علي ابن موسى الرضا. چه زیبا فرمودن. گرچه بر ما ثابت شده هست و کلامشون واقعا حقه که میفرمایند کلام ما رو برسونید، اون کلام تأثیر خودش رو داره انشاءالله. ما از اون افرادی باشیم که این کلام به ما رسیده، به راحتی پیرو باشیم و اثرات خوبش را هم ببینیم. کمال دین در ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و بیزاری و براءت جستن از دشمنانشون. عید شما مبارک. سال روز مرگ یزید ابن معاویه علیهم آلاف و لعنه و العذاب بر شما مبارک باشه. عذرخواهی میکنم استاد، ما در خدمت شما هستیم. به هر حال بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد و قبیله بنی اسلم که خیلی زیاد بودن اومدن بیعت کردن و دیگه عمر میگه خیالمون راحت شد که دیگه این تثبیت شد، یه عده با ابوبکر بیعت نکردن، من جمله سعد ابن عباده. اینجا اونچه که تاریخ خودشون نوشتن، عمر نظرش این بود که اینا رو باید تارمار کرد، باید قلقمشون کرد، اصلا نباید کوتاه اومد، باید شکنجهشون کرد، باید کشتشون، اصلا مجال نباید بهشون داد تا بیعت که با ما نیستی نباید باشی تا بیعت. این نظر عمر بودم خواست اجرا کنه. لکن بشیر ابن سعد اومد ابوبکر رو نصیحت کرد که این کار برای حکومتت تبعاتی داره و مردم بر علیهت قیام میکنن، نکن. و ابوبکر نصیحت ایشون رو پذیرفت و فشار عمر نپید. یعنی عمر وقتی که الان در پایین که برسیم، عمر وقتی که خودش به خلافت رسید اینا رو بعضی هاشون کشت و بلافاصله ها و گفت که حسن اجنه بهش حمله کردن و کشتنش. حالا مثلا جدیدن در امروز بعضی از تواقیت میکشن میگن خودشون مرد، اون موقع میکشتن میگفتن اجنه اینا رو کشتن. با حضرت علی بن ابی طالب و عده‌ای از صحابه که همینجور که مستعد اینا سعد ابن عباده، اینا یه عده‌ای بودن که با ابوبکر بیعت نکردن. سعد ابن عباده رو ابوبکر با نصیحت بشیر ابن سعد ازش چشکوشی کرد، خیلی فشار بهش نیبرد، کاری به کارش نداشت. اما یه عده رو به سرکردگی عمر به در خانه حضرت فاطمه زهرا فرستاد، در خانه حضرت علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا که یه عده از بنی هاشم هم اونجا جمع بودن، که در تاریخ اومده که زبیر به اینها حمله کرد. حتی اینا در دفعه اول ظاهرا برگشتن. به هر حال این قسمت، یعنی من خودم که راحت دارم بخونم چون برای مصیبته و این ایام نقلشون چیز نیست،
علی زهری نوشته که حضرت علی به مدت 6 ماه بیعت نکرد. ابوبکر فدک و سایر املاکی که پیامبر مکرم اسلام در زمان حیاتشون هدیه کرده بودند به حضرت فاطمه زهرا رو اینجا غصب کرد. اون هم باز نه به درخواست خودشون، به دستور خدای تبارک و تعالی. به دستور خدای تبارک و تعالی و حتی اگر به میل خودشون، که الان حضرت عالی شما یه سری اموالی دارید، شما مختارید با میل خودتون به هر کسی دوست داشتید هدیه کنید. اگر هدیه کردید دیگه این ملک مال اونه، ارث نیست. ارث چیزیه که شما هدیه نمی کنید، یه شخص هدیه نمی کنه و بعد از فوت اون میشه ارث. چیزی که پیامبر هدیه کرده اینا اسمش گذاشتن ارث، بعدم یه روایت از خودشون جعل کردن دونه. و این به خاطر همین بود که اینها در کنار پیامبر مکرم اسلام بودند و دیدند که ثروت حضرت خدیجه کبرا چطور در پیش برد اهداف پیامبر مکرم اسلام مؤثر بود، واقعا مؤثر بود. و الان دین اسلام بر اخلاق پیامبر مکرم اسلام، شمشیر آقا علی بن ابی طالب و ثروت حضرت خدیجه کبرا سلام معروفه الله که استوار. اینا دیدن، تجربه کرد، در کنار پیامبر بودن، دیدن که این ثروت حضرت خدیجه چه اثری در لذا این کار رو، این املاک حضرت فاطمه زهرا رو که غصب کردن، اول اینکه به گمان خودشون بال و پر رشد حضرت علی بن ابی طالب رو قیچی کنند، حضرت علی بن نتونه مثل پیامبر اون رشد بکنه، یک بل. و دوم اینکه همون ثروتی که ممکنه برای پیش برد اهداف آقا علی ابن ابی طالب مؤثر باشه، در خدمت خودشون باشه که در اون رشد برای اهداف خودشون صورت بگیره، به نفع خودشون مصادره کردن و اون مقاصد شومشون. عذرخواهی میکنم جناب استاد، 7 دقیقه فقط تا پایان برنامه کارت شما هست انشاءالله. این کارهایی که اینا کردند و گناه ما یک گناه شرعی داریم، یک گناه اخلاقی داریم. این کارهایی که اینا کردن هر دو بود، یعنی هم گناه شرعی بود هم گناه اخلاقی. گناه شرعی اون گناهانی است که خب مثلا هر شرعی، هر دینی یک سری گناهانی، مثلا فرض کنید در یک سری اعمال رو نهی کرده. در مسیحیت طلاق دادن حرامه، کسی نمیدون طلاق های ازدواج کرده که طلاقی در کار نیست. در مثلا فلان دین فلان چیز واجبه، در مخصوص دین خاصی است. ادیان دیگه مثلا در طلاق در دین مقدس اسلام هرچند مکروهه اما حرام نیست، یا مثلا کارهای دیگه. اما گناهان اخلاقی به اون سری اعمالی گفته میشن که قبحشون در همه ادیان، یعنی شما الان ظلم، شما ظلم کردن رو در مسیحیت ارائه بدید همه بد میدونن، در یهود ارائه بدید همه بد میدونن، در اسلام ارائه بدید همه بد میدونن. هر کسی با هر دین آیینی شما ظلم کردن رو بهش ارائه بدید، بعد اینا گناه اخلاقی. اینها گناهانی که مرتکب شدن این منافقین صدر اسلام هم گناه اخلاقی بود هم گناه شرعی. اصلا کارهایی که کردن منافات با شرع مقدس اسلام داشت، که اون چه که پیامبر مکرم اسلام فرموده بود و نادیده گرفتن و خلافش عمل کردند و چه ها که نکردن. و این ظلم و ستمهایی که کردن الی الابد به بشریت، یعنی تو همین امروز هر ناعدالتی، هر ظلم و هر ستمی که هر کجا میشه،
ثابت کردن بزرگان ما، این ثابت شده است، نه اینکه همین جوری داریم عرض میکنیم، همه برمیگرده به این کار کثیفی که اینها کردن و مردم رو محروم کردن. هر کسی آرامش نداره، مقصرش اینان ثابت شده است. حالا هست حتما هم در همین شبکه مقدسه برنامه‌های ضبط شده در آرشیو هم هست، میتونن بینندگان رجوع کنن. هر کسی پول نداره، مقصرش همینان. هر کسی سلامتی نداره، مقصرش همیناست. در بحث ظهور مفور و سرور امام زمان شما مطالعه کنید، وقتی ایشون میاد علم اونقدر رشد میکنه که اصلا بیماری دیگه وجود نداره. خب اگر اهل بیت عصمت و طهارت رو خانه نشین نکرده بودن، از همون اول اهل بیت این ثروت و سلامتی و آرامش و همه خوبی ها برای ما به ارمغان آورده بودن. لذا هر آنچه از بدی ها و پستی ها و رذلی ها و محدودیت ها در جهان اسلام و غیر اسلام وجود داره، همش به همین نقطه برمیگرده، ثابت شده. وقت تمام شد، انشاءالله که بتونیم در جلسه آینده تتمه بحثمون رو به اتمام برسیم. خواهش میکنم، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان این پارت اینکه در خدمت شما باشیم. حقیقتا همینه که اگر که به فرمایشات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، فرمایشات ائمه اطهار، آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اینها گوشت می کردن و پیروی می کردن، قطعا به این صورت نبود. وقتی که آقا امیر المؤمنین می فرماید و قسم یاد می کنه که من به راه های آسمان بیشتر آشنا هستم نسبت به راه های زمینی که در اختیار بود، روش قرار گرفته بودن، قابل دیدن بود، اینها به تمسخر گرفتن و جدی نگرفتن. می وقتی امام می فرماید که سلونی قبل ان تفقدونی، اونها بر می دارن حمله بر چیز دیگری می کنن و استفاده نمی کنن از محضر اصلا ایمان امام. نداشتن ایمان به پیامبر، ایمان نداشتن به آقا علی نبی طالب که جای خود. علا کلن انشاءالله که خدا هر چه زودتر فرج پرخیر و برکت مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بر ما نزدیک بکنه و هم عقولمون کامل میشه، هم علوممون، و انشاءالله همه مخلوقات و همه مردمان در صحت و سلامتی و برابری و برادری به زندگی خودشون ادامه میدن. کمال تشکر رو داریم جناب استاد از اینکه وقت گذاشتید، لطف میکنید تشریف میارید به برنامه خودتون، برنامه قدیر ثانی، و انشاءالله فردا هم آخرین قسمت این برنامه هست. از هفته آینده هم باز در خدمت شما خواهیم بود به یاری خدا، به شرط حیات، با عنوان مهارت‌های زندگی در زمان غیبت و اون بحث‌های مهدوی رو انشاءالله پیگیری میکنیم. باز هم تشکر میکنم، از شما هم خیلی التماس دعا داریم. و اما شما عزیزان بیننده، ممنونیم از اینکه تا این لحظه رو همراه ما بودید و انشاءالله با ما همراه باشید برای شروع پارت دوم، و اونم اینه که صدای شما به کربلای معلا برسه. بریم و انشاءالله تا صدای شما به کربلا برسه موقتا یا علی. این عقیده هم میمیرم، میدونم راه سقیفه باطله، پای بند بیعت قدیرم، من با حرف این و اون که عمرم و هدر نمیدم، به رضای غیر زهرا ترتیب اثر نمیدم، دست بیعتی که به شاه نجف دادم تو قدیر، به کسی که زد به قلب مادرم شرر نمیدم، پای بند بیعت قدیرم.